در حالی که اعتراضات در آبادان و دیگر شهرهای خوزستان ادامه داره، دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی هم بر شدت سرکوب مردم معترض آبادان افسودن و سرکوب رو شدت دادن. برخوردهای خشونتبار یگانهای ویژه، نیروهای یگان ویژه و همچنین نیروهای بسیج در چند شب گذشته با مردم معترض آبادان، ویدیوها و تصاویرش منتشر شده و بسیاری از مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، گاز اشک‌آور زدن، شلیک مستقیم به سوی مردم انجام دادن. اما این موضوع در روزنامه ها هیچ بازتابی نداشته، سانسور شده در روزنامه های ایران. روزنامه ها حد اکثر تلاشی که کردن تقلیل این فرو ریختن ساختمان متروپول، کشته شدن ده ها شهروند و اعتراضات آبادان و دیگر شهرهای خوزستان که اعتراضاتی علیه جمهوری اسلامی، علیه رهبر جمهوری اسلامی و علیه رئیس دولت بوده در شعارهایی که مردم دادن، رو تقلیل دادن روزنامه ها به موضوع فروریختن ساختمان و سعی کردن در این حد محدودش کنن به فساد و زدوبند در سطح شهرداری. البته یکی دو روزنامه یادداشت هایی منتشر کردن، در اون یادداشت ها به اعتراضات آبادان اشاره کردن. روزنامه ستاره صبح از جمله روزنامه هایی است که فقط همین موضوع ریزش ساختمان رو مورد توجه قرار داده. به عنوان پشت پرده ریزش پلاسکو و متروپول نوشته که نماینده مجلس گفت شهرداری دادستان آبادان و همچنین وزارت راه و شهرسازی به تذکرات و مکاتبات نظام مهندسی توجهی نکردن. از اون طرف هم نوشته که دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمد جعفر منتظری گفته وقتی دستگاه ها به وظایف و تکالیفشون عمل نمی کنن، ما کاری از ما بر نمیاد. این نگاهی است که روزنامه ستاره صبح داره و نوع مواجهه مقام های جمهوری اسلامی رو نشون داده. همزمان روزنامه همدلی نوشته که جبهه اصلاحات هم یک بیانیه داده، البته بعد از گذشت 7 یا 8 روز از ریزش ساختمان متروپول آبادان. در این بیانیه گفته فاجعه متروپول نشان از ناکارآمدی نظام اداری کشور داره. چند نکته در این بیانیه هست. یکی اینکه اساساً به موضوع اعتراضات جبهه اصلاحات اشاره نکرده. یک جا گفته رنجش مردم آبادان، یک جا گفته نارضایی. موضوع دیگه اینه که گفته که این نماد، این ساختمانی که فرو ریخت نماد نظام هست و اگر مقام‌های جمهوری اسلامی ازش درس نگیرن، ممکن هست سرنوشت خود نظام هم مثل همین ساختمان باشه. این حد اکثر حرفی که در این بیانیه زده شده. بعد بیانیه جبهه اصلاحات از قوه قضاییه خواسته که مداخله کنه و عدالت رو اجرا کنه. کدوم قوه قضاییه؟ قوه قضاییه که حتی روزنامه سیاست روز هم که خودش روزنامه است نزدیک به جناح اصولگرا و جناح حاکم، ایراد گرفته بهش و گفته که دادستان گفته که ما این ریزش این ساختمان یک فرصتی که شهرداری و نظام مهندسی وظیفه‌شون رو درست انجام بدن و گفته که ما نمیتونیم برای هر ساختمون یک مأمور بذاریم. که این روزنامه تأکید کرده، این روزنامه نزدیک به جبهه جناح اصولگرا تأکید کرده که همین آقای جعفر منتظری رئیس دادستان کل کشور هر بار میومده هر جایی خوشش نمیاد یا مشکلی داره میگه ما میخوایم حقوق عامه رو احیا کنیم، مداخله میکنه، ولی در مورد این موضوع، موضوع به این مهمی که تا این اندازه مردم رو متأثر کرده و معترض کرده، حاضر به دخالت نیست و میگه ما کاری نیستیم.